Muhatabanı gırami salamı durud. Yak istilahi der گزار بین گزارشگرای جنگ پدید آمده به نام خالهای پوتین، از گزارش هایی که از جنگ اوکراین میاد. خالهای پوتین یعنی هسته ها و شبکه های ایجنتوری استخبارات روسیه در سکتورهای دفاعی اوکراین. ایره ما توضیح میدم. پارتیزان ها در شهر ادیسا ظهور کرده به نام جبهه سوم و پوتین در یک اقدام عجیب انگلیس ها را از حق ماهیگیری در دریای بارنس محروم کرده در قسمت های قطب شمال. اما اول یک خبری از کابل، پایتخت کشور خود ما. برخی منابع داخلی طالبان تایید کردند که از سفر حامد کرزی که ظاهرا به منظور تداوی بوده جلوگیری شده است. کجا می رفته؟ آلمان. اگر تداوی باشه آلمان چرا می ره اینا؟ هند مرکز تبابت دنیاست. خب منابع گفتن که به هر حال موافقت با سفر حامد کرزی به چند مشروط شده دیگه. یعنی گفته که اول باید در یک ویدیو پشتیبانی علنی خود از طالبان اعلان بکنی، از نفوذ و تماسایی که داری در زمین به خاطر زمینه سازی و برای یافتن یعنی راه حل ها برای مشکلات در روابط داخل خارجی که وجود داره، شخصیت هایی که در بیرون هستن، و همچنان خودداری از پشتیبانی که همیشه مصاحبه میکنی که بازگشایی مکاتب دختران از این قبیل مسائل، از این چیزا برحذر باش. مشروط شده. خب البته با وجود ای هم آمده کرزی از جمله معماران طالبان است و ای که این بار اجازه نمیدن به بیرون از کشور بره، احتمال داره بر اساس یک رشته ملاحظات و گزارش های خاص دیگه باشه که طالبان داره یا شبکه های منطقی برشان میگن که آمد کرزه کنترول کن. خب میریم طرف خالهای پوتین. اوکراین راه برای توزیع ناکامی های خود پیدا کرده. چی است؟ میگه که آرتیگرین یکی از افسران اوکراین در جبهه گفته که ایجنتا یا سلولای پوتین در ستاد کل و وزارت دفاع اوکراین نشستند. تمام برنامه های فرماندهی به روس ها چی میشد؟ چکانده میشد، درز داده میشد. خب ده این شکی نیست که شبکه ها نفوذ میکنن در داخل دستگاه ها، اما در سرویس های اطلاعاتی اوکراین گفته شده که کسایی که اطلاعات گمراه کننده را پخش میکنن بیشتر از خبرچین هاست. خبرچین خب وظیفه‌ش هم نیست که گزارش راپورچی که ما شما میگیم در کشور خود، یک چیزی را خبر میشن میره به هسته مسئول خود میده. اما کسایی که دروغای گمراه کننده اپراتیفی را تولید میکنن و زرق میکنن، اون کار متفاوت تر است. در این گزارش گفته شده که یک شبکه ضد جاسوسی در سکتورهای دفاعی اوکراین وجود نداره، مثل آسمانشان بی‌دفاعست. گرین گفته که ما نمیفهمیم که روسا چقدر مثلا ذخایر و تدارکات جنگی دارند در جنگ، و وقتی که حمله و رویارویی شروع شد اونا قبل از اینکه ما حمله بکنیم حمله گسترده بالای ما انجام داد. ای خوب ای طرف بودانوف رئیس اطلاعات اوکراین چی میگه؟ میگه ما حال آماده شدیم کاملا تا طی یک عملیات جدید جزیره کریمه را بگیریم. چقدر متفاوت، کدامش دروغ میگه؟ ما به عنوان ناظر چی میگیم؟ که 100% گپای بودانوف دروغ است. گپ او گرین آرتی گرین درست است. خب ای البته روزنامه تلگراف رفته با کریلو بودانوف مصاحبه کرده و
از زبانش این نقل کرده که یادم با اشاره و اقدامات اخیر اوکراین در دریای سیاه، گفته که ما اقدامات مقدماتی را برای عملیات جدی در کریمه زیر دست داریم. خب ای خو همیشه میگن یک چند نفر از رفیقای زیام هستم سیستم رهبری اوکراین که گپایشان تقریبا کلیشه است، تغییر نمیخوره، یک تابلوس. پارتیزان های زیرزمینی شهر ادیسه اینا یک اعلامیه دادن که ما اوکراینی های هستیم که در شهر ادیسه زندگی میکنیم. ما اودیسه به خاطر میگم نم رمان های روسی که قبلا ترجمه شده بود از طرف انتشارات رادوگا ترجمه میشد، انتشارات میر عمود زبان ماشته، اما کسایی که در اوکراین بلد هستند اصطلاح را درست میفهمن ادیسه میگن، ما اودیسه میگن. خب اینا گفتن ما اعلام میکنیم که جبهه سیوم تشکیل شده، آماده مبارزه برای استقلال است. ببینید ای راستی که شبکه های روسی جه کار میکنن. گفتم ما قصد داریم فرماندهان شما را بکشیم، اوکراین گفته، و تمامی یعنی مراکز شما را منفجر کنیم. ما قصد داریم شهر قهرمان عدیس را از سکهای فاشیست پاکسازی کنیم. حالا هر قدر که از خط دونتسک پیشتر میره جنگ، شکل جنگ نیابتی و پارتیزانی میشه. بودانوف و جنرال سیرسکی یک حمله جدید به منطقه بلگرود، اون منطقه مرزی برنامه ریزی کردن. تانک ها، اسلحه های اصطلاح که فایر که میکنن، توپ های خودکشش اینا را و وایدای منظم راکتی را برای روسا اینا را غافل گیر کردن. آماده بودن به حمله به بلگرود، روسا با موشک های اسکندر و پهپادهای لنسets و بمای بزرگ 1.5 تونی FA-500، البته بمای 500 کیلویش بوده و FA-1500 کیلویش 1.5 تن میشه. حالا اینا حمله کردن، ارتش اوکراین تجهیزات و افراد زیادی را دمیجه، از جمله توپخانه‌های خودکشیشی سزار کاملا از دست دادن. با می ترتیب پوتین یک قانون امضا کرده چی؟ که قرارداد ماهیگیری با بریتانیای کبیر ملغا میشه. این کشور گفته که کشور غیر دوست است از حق ماهیگیری در دریای بارنس محروم شود. دریای بارنس دریای حاشیه، یعنی حاشیه از اقیانوس منجمد شمالی است که در سواحل شمالی ناروی و روسیه قرار دارد، اونو آسیای مرزی بین آبای سرزمینی ناروی و روسیه تقسیم شده. این عمل با عکس العمل مواجه میشه. مجله فوربس نوشته که خرید موشکای جدید پدافند هوایی پاتریوت برای اوکراین که جایگزین موشک های منهدم شده شود در منطقه پوکروفسک ممکن است آل ماها طول بکشد. ما در برنامه قبل گزارش کردیم که دستگاهی که در منطقه پوکروفسک بود او پاتریوت، دستگاه یکوان پاتریوت که مانده بود او را زدن، تخریب شده. دیگه در آسمان در مثلا پدافند هوایی اوکراین دیگه به طرف آسمان نگاه نمی کنه. نیست. اوکراین برای خرید ایتو دستگاه های پرتاب پاتریوت جدید، دو پرتابگر که روسا او را زده بودن حالا به نوبت است. گفتم منتظر باشید تا نوبت شما برسه و خریداری زو تا دوباره برای شما او دستگاه منتقل شود. اما مجله فوربس گفته که این میتونه ماها و سالها طول بکشه. یعنی که چی؟ تاکید این اشیا است که خرید سیستم های جدید میلیون ها دلار هزینه داره. خب یکی پولش که میده؟ یه چیز در بودجه اوکراین وجود نداره این مبلغ. آله
جنگجویان نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک از مردم محلی طرفدار روسیه می ترسم. یعنی در روسا کوپیانسک هنوز نگرفته، ممکن است در هفته های آینده در کوپیانسک تقرب بکنن، مگر ترس از روسای ساکن اونجا بسیار زیاد شده. چرا ما اونجا کار شده زیاد، ترس از اینا بی جهت نیست، کار شده، مسلح هم شدن. این مثل گروه های پارتیزانی ممکن است اینجا ظهور کرده باشه. امی گزارش آمده، این گزارش هم روزنامه دیلی بیست گزارش کرده که یک وبسایت خبری امریکایی است. گفته نیروهای مسلح اونجا قرارگاه داره، از مردم کوپیانسک میترسن. مردم محلی چرا میخواهند کوپیانسک تحت کنترل روسیه باشه؟ ایره دیلی بیست گزارش کرد که خودشان با شبه نظامیان مسلح اوکراین صحبت کرده بودند، در کوپیانسک رفته بودند. اونجا طرفداران استپان باندرا او یک افراطی راستی بود که به ضد اوکراین به خاطر در موکب ایتلر می جنگید، به ضد کشور خود. طرفدارای باندرا میگن اونا تیراندازی مردم محل میترسن به خاطر از اینکه این مردم تا در خانه های مختلف پراگنده هستن، مستقر هستن. همین رقم داستان های در بین ارتش اوکراین در شهر وجود داره که غیر نظامیان منطقه با سربازان مسلح اوکراین که در داد و گرفت هستن در خرید فروش روزانه مواد غذایی مسائل غذای مسموم می فروشند، یعنی زهر می ریزند. جالب است اینجا. خب تاکر کارلسون او جورنالیست و مجری معروف امریکایی که اخیرا با ولادیمیر پوتین مصاحبه کرد و خطرهای زیادی را به جان خرید، این میگه که ما که وقتی که مسکو رفتم از امریکا آزادتر است. چطور؟ میگه کشوری که ما در او بزرگ شدم یعنی امریکا، یک سیستم سرمایه‌داری نیمه کاره، یعنی درگیر رقابت دار. همه اینطور نبودن، چهار شرکت بر همه چیز مسلط بودن که در اونجا من جوان شدم. این سرمایداری نیست، یک اقتصاد انحصاری است. چه خوب تصویری داده تاکر کارلسون بین سرمایداری و بین اقتصاد انحصاری تفاوت است. بحران از اقتصاد انحصاری زایده میشه در یک کشور. خب البته این بخشی از یعنی اما ملزومات ذاتی دنیای سرمایداری از امو بحران ادواری که میگه. کارلسون میگه که آزادی بیان، حدس میزنم که محدودیت های وجود داشته باشه در مسکو، اما من از محدودیت ها آگاه نبودم، به خاطر گسترده بود. اما در کشور خود میگه شما شهرهای امن تمیز و ایده خنمون چیزیست که مسکو است. البته مسکو خوش آمده ایگه پس زده. آیا شما فکر میکنین که مسکو آزادتر است از نظر اجتماعی و از نظر داشتن مطبوعات آزاد، آزادتر از امریکاست؟ من خود با این سخن کارلسون شخصا موافق نیستم. واقعیت قربانی ملحوظات نمیشه کرد، یادم کلان نیست. خب بمبای گلاید روسیه کلید موفقیت پوتین در اوکراین بوده. این بمبای گلاید امو فاب 500، فاب 1000 و فاب 1500 کال استعمال میکنه، میگه جبهات اما تغییر هندسه جبهات جنگ است. روسیه بسیاری از بمبای دوران شوروی خود با بالا و سیستم های هدایتی ارتقا داده، دانش که پیش رفته و سیستم های سابقه بروز کردن، چیزهایی به او افزودن که حال این زمینه فراهم شده که در فاصله دور از پدافند هوایی اوکراین از فاصله دور پرتاب میشه و سر شد. این بمبا به طور کامل در موقعیت وقتی که اصابت میکنه
اون موقعیت کاملا تغییر میکنه، تخریب میشه تمام ساختمان ها و سازه ها به سادگی. یعنی یک گودال تشکیل میشه، گودال در گودال از بین میره. البته گزارش از واشنگتن پست بود که بسیار جالب است که این گزارش های بسیار در که ذات جنگ نشان میده و قوانین جنگ. ما شما اگه من میشنه او والا فلانی شهر را گرفتن، خب گرفتن، اما که خب این خبر ژورنالیسم افقی است، یعنی بزن و در بروز. گزارش های واشنگتن پست مثلا از خبرنگاران حرفه‌ای خود که در محل دوام میکنند، تحقیقات میکنند که تغییرات مثلا در یک خط در یک حوزه از نظر جنگی وقتی که میاد چه عواملی در کار می باشد. یعنی اول برای اولین بار است که واشنگتن پست از نقش بمب های گلاید روسی پرده برداشت تا بعد.